والاتبار ایران زمین شاهنشاه آریامهر بدهکار بود، اما زن ایرانی بدهی بیشتری داشت و بیشتر از زن ایرانی زن آشوری و ارمنی و یهودی و زرتشتی داشت. چرا؟ برای اینکه شاهنشاه آریامهر به زن ایرانی پروانه داد که میتواند قاضی بشود و زن ایرانی به جایی رسید که مادر من میتوانست قاضی بشود و یک مرد مسلمان رو داوری کند. ببینید از کجا ما به کجا رسیدیم. از جایی که یک زن مسیحی یا یهودی یا زرتشتی با چشمانی اشکبار و کوزه شکسته به خانه برمیگشت، اینک به اون زن آنچنان زمین فراهم شد و پروانه داده شد که اگر شایستگی داشته باشد درس بخواند، دانشگاه برود، دادگر بشود، قاضی بشود و مرد مسلمان رو داوری کند. امروز اگر زن ایرانی ناسپاسی کند، به راستی شرم‌آور است، به راستی که باید گفت ننگشان باد. آن زنانی که ارج این همه نعمت نمی‌دانند و با آن کسی که این همه نعمت‌ها را برای آنان فراهم آورد تا ارج انسان بودن خودشان را پیدا کنند، اینک پشت می‌کنند و دشنام هم می‌گویند. سپاسگزارم هومر گرامی. یادداشتی به من دادن که کوروش گرامی یادداشت دادن که گروهی از بینندگان و همیهنان خواستار شدن که شما اگر شماره تلفن یا آدرس اینترنتی و اگر کتابی دارید و نام و نشان همه این آگاهی ها رو در اختیار همیهنان بگذارید. من امروز چندین تلفن میتونم بگم داشتم که واقعا میخواستن که این آگاهی ها رو از شما بگیرن. من خواهش میکنم اگر براتون ممکن هست ایمیل من رو روی تصویر تلویزیون بگذارید. شما بفرمایید که هومر همون گونه که نوشته می شود HOMER @abramian abramian.com همین و تارنمای اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران به نام فرهنگ ایران .com نزدیک به 4 ماه پیش دزدیده شد. بله. و به زودی تارنمای دوم باز زیر نام فرهنگ ایران .org همکنون این آماده است ولی در دست ساختار هست، به زودی راه خواهد افتاد. ولی نوشته های من رو اگر روی اینترنت بزنید به زبان انگلیسی هومر آبرامیان، در اونجا صدها نوشته و گفتار پیدا خواهید کرد و کتابی در دست چاپ هست، زیر چاپ هست به نام زرتشت چه میگوید و کتاب دیگری آماده چاپ هست به نام واژه‌نامه که ما واژه های زشت تازی رو از زبان و روان خود بکنیم، دور بیاندازیم و واژه های ناب و زیبا و جان آسای پارسی رو جایگزین اونها کنیم. سپاسگزارم. homer@abramian.com. خیلی سپاسگزارم. ما به همیهنان گرامی هم پاسخگو باشیم. درود بر شما. بفرمایید، با هومر گرامی هستیم. الو بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. خواهش میکنم. آرمین گرامی صدا درسته؟ صدا میاد. درود بر شما. بفرمایید. بانو صفدی. درود بر شما گرامی من و میمان گرامیتون آقای آبرامیان، همینطور کوروش گرامی. درود بر شما آقای آبرامیان. جهت آقای شما، من یک سرباز ایرانی هست، زنده باشید. از یک خانواده نظامی، یکی از سربازان کوچک راه بانو صفاری و کوروش گرامی هستم. زنده باشید عزیز من. از دیشب به این سو، این سومین باری است که از طریق برنامه تصویری از خرد و دانش شما بسیار آموختم. ورود شما رو به شهر لس آنجلس خوش آمد میگویم. آرزو دارم که هرچه زودتر در این سفر و یا در سفرهای آینده افتخار دیدار با شما رو داشته باشم. سپاسگزارم همیهن خوب. پاینده باشید نازنین من. با تشکر از بانو صفاری و همچنین کوروش گرامی که این فرصت رو به وجود آوردن تا من بتونم با شما از طریق
تلفنی گفتگویی داشته باشید. پاینده باشید نازنین هم میهن و دوست گرامی. بانو سفاری مطمئن باشید به اون بانوانه که شما اشاره کردید بدگویی های نسبت به پادشاه فقید دارن، اینا دو دسته هستن، یا اینکه در آینده بسیار نزدیک دنبال پاککنی میگردن که غلطهای زندگیشون رو پاک کنن، و دسته دوم کسانی هستن که من به شما قول و شرف سربازیمو قول میدم بهتون که اگر ژنشونو شما به آزمایش بگذارین اینها از نژاد عربن. پاینده باشید نازنین من. درود بر شما، آفرین. به هم میهنان دیگر هم پاسخگو باشیم. درود بر شما. با هومر آبرامیان گرامی هستیم. بفرمایید. بفرمایید عزیز من. الو، درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. من خیلی خوشحال هستم که جناب آبرامیان روی خط هستن. واقعا برنامه خیلی جالبی دارن. اقیانوسی از دانش و اطلاعات هستن که ما که دنبال یک قصرش میگشتیم ایشونو پیدا کردیم. سپاسگزارم. شما خواهش میکنم که ایشونو بیشتر داشته باشین تو برنامهاتون که بتونن به ما دانش بیشتری بدن که بتونیم این رژیم خونخوار را هر چه زودتر از صحنه گیتی بیرون بریزیم. و درود بر ایران، درود بر آریابوم، درود بر استاد فولادوند، درود بر انجمن پادشاهی ایران. سپاسگزارم عزیز من. هومر گرامی، یک توضیح به دوستان بفرمایید که بعدن با ما بد نشن با من و شایان که گمان کنن شما در آمریکا هستید، در لس آنجلس هستید و ما شما رو دعوت نمی کنیم، نمی دونن که شما میایید و کوتاه مدت هستید و اگر ما بخت بلند داشته باشیم و این افتخار رو داشته باشیم میتونیم شما رو ببینیم. خیلی موقعا نمیبینیم، از کنار اورنج کانتی رد میشید و میرید. من در سیدنی استرالیا زندگی میکنم و پیاپی سفر میکنم، چون در اونجا امکان این که رسانه‌ای داشته باشیم نیست که صدای این رسانه به برون از مرزهای استرالیا بره. تنها یک رادیو یا دو رادیو هست در سیدنی که صداش تازه فقط در سیدنی شنیده میشه. از این رو من خیشکاری خود میدانم که تا روزی زنده هستم، اگر زندگی به جا باشد، پیاپی سفر میکنم در شهرها و کشورهای گوناگون، کوشش میکنم که با سخنرانی ها پیام مهرم رو به شما فرزندان ایران زمین برسانم و گاهگاهی هم این بخت بلند رو پیدا میکنم که برخی از یاران که دستن در کار رسانه ها هستن من رو فرا میخوانند، به من زمان داده میشود که سخنی با شما داشته باشم. ولی از این مهر شما سپاسگزارم و در نشست های آینده هم اگر با آمریکا بیام حتما باز هم با بانو سفاری و با دیگر برنامه سازان خوب تلویزیون ها، چه در این تلویزیون چه در تلویزیون های دیگر، با شما خواهم بود. سپاسگزارم.